أسلمنا إن فينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بمرجي من مجو وحدي جوني يقين دورم شهود الزندگانی شهید زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانی اور قانون کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا اللہ پر اعتماد تھا بارونی کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے اللہ مسلم از سر نبی بیگان شد بازو این بیت الحرام بتخان شد تا نداری از محمد رنگ بو با درود خود میالا نام او رفت سوز سینه تاتار و کرد یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند در گذر مثل کلیم از رود نیل سوی آتشگاهم زن مثل خلیل مسلم از سر نبی بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه النجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراؤه في دولته وأوصياؤه في أمته حيث قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين اللهم نور قلوبنا بالعلم وصهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بنام آن که بر ما عقل و دین داد، به ما توفیق خیری این چنین داد، سپاس و حمد دائم آن خدا را که نعمتهای بی حد داد ما را، درود و هم سلام بی نهایت به روح مصطفی ختم رسالت، به آل و صحب آن فخر دو عالم، به هر روز و شبی هر آن دم آدم، خصوصا بر روان چهار سرور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، که هر یک کوکب برج خلافت درود حق بر ایشان بی نهایت. خدایا هرچه داریم از تو داریم، به جز تو از کسی چیزی نداریم، به ما بخشیده ای هر گونه نعمت، به ما هرگز نشاید از تو غفلت. تمام هستی ما از برایت، تن و جان و روان ما فدایت. ندانم من چه چیزی به هرمان به، خداوندا به ما آن ده که آن به، بشافی و نحن ماه، بشافی رحم کن او را ببخشا، تو دستش گیر و هم افواش بفرما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، خداوند یکتا، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها ذاتی که ولایت مطلق بر همه این هستی دارد، علی رغم دروغها و ادعاهای غالیان امام تراش کذاب و دجال یا دروگویان و پیغمبر پرست یا بقیه شیادان مخلوق پرست. ملک و ملکوت از آن اوست، رزق و روزی از آن اوست، مرض و شفا در دست اوست، مرگ و زندگی تنها در دست اوست، همه چیز تنها در دست اوست. و برای چنین دعوت روشن و واضحی، برای اینکه مردم گرفتار شیادان و فریبکاران دینی و طاغوت‌های دنیوی نشوند، تا مردم قبر پرست نشند، پیغمبر پرست نشند، امام پرست نشند، مرده پرست نشند، گاو پرست نشند، موش پرست نشند، موج پرست نشند، فرج پرست نشند، که همه اینا وجود داره، پیغمبرانی فرستاده با کتاب‌های روشن و واضح، درود خداوند بر اون پیغمبران راستین باد از آدم تا خاتم، و نفرین خدا بر پیغمبران مدعیان پیغمبر، پیغمبری و دروگویان و امام تراشان و معصوم تراشان و کذابان و جعالان و فریبکاران، درود خداوند بر همه اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم و بر آلشان و صحبشان، به خصوص به تاجدارشون و پیشوایشون و پرچمدارشون و شفیعشون و پیشنمازشون در آسمان. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. و درود بر عطرت طاهرش و نسب پاکش، و نفرین خدا بر کسانی که به بهانه دوستی عطرتش و آل بیتش هرچه گمراهی در یهودیت و مسیحیت و زردشتیت بوده
به نام دوستی آل بیت وارد اسلام کردند و تا بدین وسیله اسلام رو ریشه‌کن کنند، تا اینکه دو روز زندگیشون رو بیمه کنند، تا خمس بگیرند و شهوتی برانند. و درود خداوند بر همسران پاک محمد باد که مادران مؤمنانند، امهات المؤمنین، نه مادران بی تربیتان و سبابان و شتامان و روزخانان و دجالان، نه مادران پریدان و مشرکان، مادران صالحان و نیکان و خداپرستان و پاکان و موحدان. خداوند ما و شما را از اونا قرار بدهد. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند. علاوه بر این که پیشگوییشون با مولایشون در تورات انجیل اومده، حتی قرآن خیلی روشن و واضح بدون اشاره و کنایه، بدون اینکه نیازی به تحریف و تزویر آخوندی باشد، از اهل بیت و غیر اهل بیت، از همه مؤمنان تا قیام و قیامت خواسته که از اونها به نیکویی پیروی کنند و فرموده که من از دل اونها خبر دارم، ما فی صدورشون رو میدونم، ما فی ضمیرشون رو میدونم، تزکیهشون میکنم، من از اونها راضیم، اونها از من راضی شدند. خیلی واضح و روشن. ولذا دجالان امام تراش مجبور میشند که دو سوم این قرآن که واضح و روشن را به امام زبان نواضح و نوروشن و نابود و نازایده و نزایده رو بدهند که دو سوم قرآن مسلمان ها رو به دوزه با خودش ببره. امام زمان قرآن دوز درست کردن تا شیعیان رو بفریبند. و یک سومی هم که مونده آخوند با روایت باش بازی میکنه که قابل فهم نیست و قابل چی نیست، و تا اینکه بر سر خر مرادش سوار شود. و همه اینها فتنه های بزرگ دنیوی است. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مسکو و تاجیکستان تا لاهور و پاکستان، افغانستان، ایران، خاورمیانه، اروپا و هر جایی که در این پهنای گیتی هستید که خداوند به من شما اکرام کرده، توفیق داده که میتونستیم در این لحظه در هر جای دیگری باشیم، ولی خداوند این توفیق داده که بر حلقه، بر گرد کتابش، پیامش، توحیدش، رسالتش، خورشید معنویتش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم، تا از فرامینش، راهنمایی هایش، راه حل هایش، دنیا و آخرت خود را، قلب و فکر و جامعه خود را با آن روشن و به سوی سعادت گام برداریم. و با تشکر از این که ما را مهمان خانه های خودتون قرار داده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را مزین به نور توحید، رسالت، قرآن، اسلام و تقید به آن بگرداند و از ظلمت شرک و کفر و بی قید و بندی و بد دینی و خرافه و هر آن چه مرتبط به ادبیات امام تراشان کذاب و دجال می باشد، خانه های ما و شما را از شرکیاتشون، از بدعت هاشون، هم خانه های ما و شما را، هم جامعه ما و شما را پاک و مبرا نگه دارد. بهترین سخن، سخن خداوند است
و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امنوالو رسیدیم به آیه شریفه 87 از سوره یونس علیه و نبینا الصلاه و السلام که امروز جلسه دوم را روی این آیه شریفه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم بعد از اون تفسیرش را. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وحي كرديم وحي إلميس كأز راه متعارف بوجود نمياد. راه متعارف علوم دنياي أسبابي بيري درس ميخونيد إلمياد ميگيريد. وحي چيسيز كخداوان بر دل انسان ميندازه. خوب هر کسی ميتونه ادعاي وحي كنه. کدوم وحی، کدوم الهام حجته؟ اونی که پیغمبر میاره. پیغمبر هم باید معجزاتی داشته باشه تا نشون بده که پیغمبره. ولی از یه بهایی سوال کردم معجزه پیغمبرتون چیه؟ در موند. خب 150 کتاب نوشته. خب هر پیغمبری یک کتاب آورده. پیغمبر شما 150 کتاب نوشته که همش عربیای نشسته و نرفته هند. پر از اشتباه مون که یعنی چی؟ یعنی حتما باید معجزه داشته باشه؟ بله، چطوری ثابت کنه که پیغمبر خداست؟ خب امامت دروغینی که شیادان امام تراش در داخل اسلام درست کرده هن و از نبوت هم بالاترش بردن، خب معجزه بالاتری باید داشته باشه؟ نیست، ولی ناچارن افسانه درست کنن. فیل هوا کرده، فلان هوا کرده، مسخره. کتابش کو؟ اون کتابش جفر احبار داشته، جفر احبیاز داشته، کجا داخل؟ کتابش کو؟ همراه امام زمانه. خب خود امام زمان چی؟ خودش دروغه. اینطوری شیعیانو مسخره کردن. پس شیعی ارجمند، به چشم خودت دیدی که دنیا تو فاسد کردند، خراب کردند. راه حلش در فرار کردن از دین نیست، بیدین شدن نیست. بیدی شدن هم از چاه به چاله میوفتید. راه حلش تحقیق و فهمیدن درست دینه و دینو از دست هم دین و هم آل بیت و هم تاریخ و از دست و از دست برده اخوندهای امامیه اثناعشری کذاب دجال باید نجات داد. خداوند جل جلاله و منواله اینجا سبب نجات بنی اسرائیل از فرعون و قومش میگه. یعنی که این داستان ها قابل تکراره، در هر زمانی ممکنه فرعونی باشه. چطوری از اونها نجات پیدا کنیم؟ فرعون زمان ما که خامنه ای باشه چه کم بودی از فرعون زمان سابق داشته؟ جز اینکه این دروغ بیشتر میگه، نفاق بیشتر انجام میده و حرف از وحدت اسلامی میزنه، ریشه اسلام میکنه. برای داستانهای قرآن قواعده. اینجا وقتی سبب نجات بنی اسرائیل از فرعون و قومش میگه، اینکه چطوری از دستشون خلاص شدن، خداوند به موسی و برادرش هارون علیه مولا نبی نسات و السلام دستور میده که انتبوا در مصر بر قومتون خونه هایی بگیرید. خب واجعلوا بیوتکم قبله. اهل تفسیر
راجب این آیه چون معنا بردار اختلاف نظر دارن و هیچ اشکالی هم نداره. بعضی از ابن عباس نقل میکنن و جلو بیوت کم قبله اینکه خانه هاتون رو مسجد قرار بدید. یعنی چی؟ یعنی نماز خونه قرار بدید، یعنی در خانه هاتون نماز بخونید، کنائس و بیا و ترک کنید. و رضا امام سوری نقل میکنه که چون اونها در حالت ترس زندگی میکردن، یه شخصی مثل خامنه‌ای برشون مسلط بود، خداوندشون دستور داد که در خانه هاتون نماز بخونید، اگرچه اصل بر این نیست. وقتی خامنه‌ای و درندگانش بر عراق مسلط شدن، بسیاری از اهل سنت، مساجد اهل سنت تعطیل شد، ناچار شدند در خانه هاشون نماز بخونند. هر فرعونی قابل تکراره در طول تاریخ بشریت. و از زید بن اسلم نقله که وقتی که فرعون عذابش بر اونها زیاد شد، فرعون و فرعونه همراهش اونا رو به تنگ آوردن. چرا؟ برای که موحد شده بودن، برای که مسلمان شده بودن. خداوند بهشون دستور چی داد؟ سینه بزنید، نوحه بخونید، مثل فرعون های امروز. ابزار و توسل و وسیله رو خداوند مشخص کرده در قرآن. این مشرکان ابزارهای الهی رو رها کردن و ابزارهای شیطانی به جای ابزارهای الهی گذاشتن، توسلهای شیطانی به جای توسلهای رحمانی گذاشتن. خداوند بهشون دستور داد به کثرت نماز، نماز زیاد بخونید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، همچنان خداوند به مؤمنان در این شرح هم فرموده در سوره بقره آیه 156 میکنیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و از نماز کمک بگیرید. اهل بدعت و ضلالت و امامت به جای استعانت از صبر و صلات، از سینه زنی سه ضربه کمک میگیرند. از دشنه و ترور و خنجر کمک میگیرند. راه کی درست؟ راه خدا و رسولش یا راه کذابان امامت و دجالان ولایت؟ خداوند به بندگانش آگاه تره. ظالم خودش شلاق خداست. این شلاقو با این شلاق از دیگران انتقام میگیره، دوباره از خودش انتقام میگیره. در هر کاری درش حکمتی هست. اسمش حکیمه. هیچ مصیبتی الکی نمیاد. و لذا رسول اکرم علیه السلام که تنها اسوه کامل همه مؤمنانه، همچون که امام ابو داود سیستانی که رحمت خدا بر او باد نقل میکنه که پیامبر اکرم علیه السلام وقتی چیزی او را غمگین میکرد به نماز پناه میبرد. این روش پیغمبره. نفرمو زیاد نوحه بخونید، بلکه جلوی نوحه رو گرفت، جلوی ماتم رو گرفت. اینه که میرن دم میکنن، سینه سه ضربه میزنن، جاهلیت های شرک آلود گذاشته رو در لباس روحانی تشیع زنده کردن. اینا شیعیان رو بازی گرفتن. اذا حزبه امرون صلا، وقتی که امری او را پریشان میکرد به خدا پناه می برد، به نماز پناه می برد، یعنی نماز می خوند، یعنی به خدا پناه می برد. اینجا وقتی خداوند می فرماد که وجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه و بشر المؤمنین، خانه هاتون رو قبله قرار بدید. قبله یعنی چی؟ یعنی وجهه. و اقیموا الصلاه، و نماز بپا دارید، یعنی نماز خانه هاتون در منزلتون باشه به جای عبادتگاه هاتون. و بعد از اون بشر المؤمنین، به مؤمنان مژده بده. در شدیدترین حالتشون هستند. مژده به چی؟ مژده به نصر،
مجد بس اجر وبفيروزي. حضرت عبد الله بن عباس فقيه اهل بيت رضي الله عنه در تفسير اني آيه ميفرماد كه بني اسرائيل مسلمانان بني اسرائيل مسلم بني اسرائيل كه مسلمان شده بودند حرف پیغمبر رو گوش كردند به موسی علیه السلام گفتند که علیه و نبی صلی السلام ما نمیتونیم نمازمون رو پیش فرعون ها ظاهر کنیم. خداوند به ما شأن و نزول این آیه به همین مناسبت بهشون اجازه داد که در منزل هاشون نماز بخونند و منزل هاشون رو به طرف قبله قرار بدن. و وجعلوا بيوتكم قبلة بقول بعضی از اهل تفسیر وقتی که بنی اسرائیل از فرعون از رافضیان زمان از درندگان زمان ترسیدن که در عبادتگاه هاشون که محل اجتماع مردم نماز بخونن همچنان که شاگردان ماهر کلیسا و کلیسیت و آتشکده در عراق و سوریه انجام دادن به رهبری ولایت مطلقه نفاق و فرعنت در چنین حالتی خداوند بهشون اجازه داد که در منزل هاشون نماز بخونند به شرطی که به سوی قبله باشه و مخفیانه نماز بخونند. همه این اقوال وارده. یا یک معنی دیگه که سید ابن جبیر میفرماند وجعلوا بیوتکم قبله اینکه خانه هایتون در مقابل همدیگه باشه. همه این اقوال هست. در گذشته خدمتون عرض شد که موسی و هارون برادرش بر یک رسالت فرستاده شدند. هر دوشون بهشون وحی اومد بر رسالتشون یکیه. ببخشید. خداوند وقتی که پیغمبری رو بر میگزینه بر نبوت بر رسالت بهش تکوین خاص میده، بهش فطرت و ماهیتی بهش میده که قابلیت حمل رسالت رو داشته باشه، قابلیت نطق به مراد خدا رو داشته باشه. این انسان الان دستگاهی درست میکنه اتوماتیکه، با وجود این دستگاه ها جامده، نه فکر داره نه شعور داره. این ساعت شما نگاه کنین، انسان درستش میکنه سر وقت اذان میده، رادیو اذان میده مثلا عرض میکنم. وقتی بشر چنین چیزایی درست بکنه که هر چی را که بشر درست کرده از یه چیز موجود درست کرده، پس خداوند سبحانه و تعالی که خالق همه این هستی است، خالق این کائنات، فرستنده پیغمبران چطور ورسا پیغمبرانشو از بهترین مخلوقات برترین مخلوقات انتخاب میکنه. هر که بگه امامت یا غیر امامت از پیغمبران بالاتر کفر گفته. به اختیار و انتخاب الهی اهانت کرده. و خداوند جل جلاله و امنوالو وقتی پیغمبری رو انتخاب میکنه تکوین اون پیغمبر یه طوریه که بتونه وظیفه‌ش رو انجام بده، پیامی رو که به دوشش گذاشته شده انجام بده در هر ظرف و در هر شرایطی باشه. والا معقول یک نفر این دعوت اسلامی رو یه نفر تک و تنها شروع کرده، الان قریب 2 میلیون انسان افتخار میکنند که اسمشو ببرن؟ کار هر کسی نیست. و خداوند سبحانه و تعالی اینجا میفرماد که و اوحینا الی موسی و اخی، ما به موسی و برادرش وحی کردیم
یعنی چی؟ یعنی وحی شامل هر دوشونه، هم موسی و هم هارون علیهما و علی نبینا الصلاه و السلام. و هر آنچه را که موسی میگه همونو هارون میگه، برای که نیروی ایمانیشون یکیه، منهج هم یکیه، پیام هم یکیه، لیکن موسی لکنه تا زبان داره. ولی از خداوند تقاضا کرد که برادرش هم رسول بکنه، اما پیغمبر اسلام لکنت زبان نداشت. چه نیازی به اینکه علی برادرش باشه و امامت برادر از خودش داشته باشه؟ این دروغ ها چیه؟ این دروغ ها بر امام فریبیه، برای که جیبشون رو خالی کنن یا بیدینشون کنن. سربازان یزدگرد لباس تشیع پوشید و پس پیام اونها یکیست و نیروی ایمانی که بهشون داده شده هم یکیست. و وقتی که فرعون و قومش غرق شدند، خداوند غرقشون کرد که خداوند فرعون و زمان ما رو در ایران غرق کنه و در سوریه و اخبارشو، خب اینا نفس راحتی کشیدن. چرا؟ از دعاهای نبوی است که اللهم ارنا ثأرنا على من ظلمنا، ای بار خدای انتقام ما را از کسانی که بر ما ظلم کردند به ما نشان بده. ای خدایا انتقامت را از خامنه ای و امثالش بگیر که ملت را بدبخت کردند. خب وقتی که خداوند انتقام از دشمنشون گرفت، اینا نفس راحتی کشیدند. بهشون دستور اومد که در مصر مستقر بشن، اونجا خونه بسازن. اینجا ما ممکنه این سوال مطرح بشه، آیا فرعون یه شخصیه که غرق شد و تموم شد؟ یه نفره؟ نه، فرعون یه نفر نیست، همچون کسرا یه نفر نیست، همچون قیصر یه نفر نیست، بلکه این اسم سلسله پادشاهان مصره در اون زمان. لقب هر حاکم مصر اون موقع فرعون بوده، مثل شاه، شاه فلان، شاه فلان. آیا این تحتمس اول رمسیس؟ اینا مهم نیست. و هر فرعونی بره، فرعون دیگری جاشو میگیره، سلسله پادشاهیه. الان خمینی فرعون ایران رفت، فرعون ولایت فقیه دیگری جاشو نگیره. و از فرعونان هم کسانی بودند که با مؤمنان در جنگ بودند، سرکوبشو میکردند، و چه بسا که جانشین فرعون از خودش بدتر بشه. اینجا خداوند وقتی میفرماید و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا. کلمه مصر، مصر، شما وقتی میگی مصر، شام، به یک کشور گفته میشه، به یک اقلیم گفته میشه. مثلا مصر الان از سواحل دریای مدیترانه شروع میشه تا حدود سودان، یعنی وادی نیل. لیکن در میان خود مصری ها قاهره رو میگن مصر، در شام دمشق رو میگن شام، خود داخل شهر یعنی. اینجا وقت خداوند میفرماید ان تبوأ لقومکما، تبوأ، شما یه جایی رو میگیرید که اونجا باز میگردید، مرجعتونه، با ایبو، یه مکانی رو برای خودت انتخاب میکنید به عنوان مسکن. انسان هر جا بره مسکنش باز میگرده، هر شهری بره دوباره به شهر خودش باز میگرده. از کشور خودت خارج شدید، مقتضای این خروجت بازگشت به کشور خودته، مگه اینکه عذر پیش بیاد. و خونه هم اینطوریه، در طول روز شما هر طرف برید، در کارخانه، در کشاورزی، در مکتب، در دفتر، در هر جا، مدرسه، آخرش به خونه باز میگردید. بیت، بیت برای بیتوته،
و خداوند محروم کند کسانی را که ما را از وطن و کاشانه خود و نزدیکان خود محروم کردند، چه از خیش چه از بیگانه. و خانه هایی که خداوند سبحانه و تعالی به بنی اسرائیل میگه، به قوم موسی و هارون، که اونا را درست کنید، یه شرط داره. شرطش اینه که وجه الوبویتکم قبله، خانه هاتون رو قبله قرار بدید. یعنی چی؟ قبله یعنی وجهه، یعنی جهتی که من شما نماز میخونیم. شما میریم مسجد، خب اونه که در بیرون از مسجد همه به طرف مسجد دارن میرن، این قبله شونه. وقتی که بعد از آنها که میشنوید، وقتی داخل مسجد شدید، همه به یک طرف نماز میخونن، قبله شونه. پس اصل قبله یعنی اتجاه، وجهه. و وجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه. اینجا اقامه بیوت، منزل درست کردن، مشروط به اینه که اونجا قبله ای باشه برای نماز خوندن، دور از چشم دشمنان، دور از چشم کسانی که شما را سرکوب میکنن. درست مثل مسلمانان اولیه در صدر اسلام وقتی که ضعیف بودن، مسلمانان در داخل منزل خود نماز میخوندن. و یکی از رازهایی که نماز ظهر و عصر سری جهری نیست همین بود، تا اینکه دشمن متوجه نشه. شب معمولا مردم خوابن ولی روز نه. و نمازهای جهری شب، فجر، مغرب، عشا، مقصود اینه که انسان چطوری قرائت رو یاد بگیره، کیفیت قرائت قرآن رو. اگر این نظام منافق و خباثت پیشه بمونه، هیچ بعید نیست سالها بعد همین شرایط بنی اسرائیل بر اهل سنت در ایران پیش بیاد، همچون که در عراق براشون پیش اومد، همچون که در سوریه پیش اومد. و اینجا وقتی خداوند میفرمونه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتا و جعلو بیوتکم قبله، ممکنه مقصود این باشه که خانه هاتون متقابل هم دیگه باشه. شما امروز اگر هر جایی که یهودیان ساکنان شما نگاه کنید، در هر جای دنیا، در هر کشوری که هستن، غالبا اینطوریه. حتی در غرب محله یهودیانه، نمیخواد با دیگران بینشید معاشرت داشته باشن، ذوب بشن. در هر کشوری، بخصوص در کشورهای عربی، در مصر، در شام، در مغرب، محله یهودی بود. تا اینکه این قده سرطانی به نام اسرائیل ایجاد شد که فلسطینی ها را در به در کرد. بعد از این و طبق روال تاریخی، هر وقت که یهود و نصارا هم قدرت گرفتن، قده نفاق شیعه نما سر بلند کرده تا اهل منطقه رو از اژدهای حفصر امامت و ولایت ناچار به پناهندگی به عقرب جرار بکنه که صهیونیست باشه. این وظیفه که تشیع انجام داده در تاریخ با همه دشمنان، با همه دشمنان اسلام همکاری کرده. یک دشمن شما پیدا نمی کنید که به اسلام حمله کرده باشه شیعه جاده صاحب کنش نباشه. اینجا من رهبران مذهبی سیاسی رو میگم، اون مردم کسا نمی دونن موضوع چیه. بلکه تشیع و تصوف مبناش بر جهله، مبناش بر پیروی از آخونده یا صوف یا شیخه. و خداوند هم خواسته که و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، بهشون ذلت و مسکنت زده شده، ولی خونه های هم دیگه رو میبستن جلوی هم دیگه که اگه برشون مشکل پیش اومد فوری به داده هم دیگه برستن. این یه معنا. وجعلوا بیوتکم قبله،
یعنی نقش ریزیتون چنان باشه در خیابان هاتون، در کوچه هاتون، که خونه هاتون رو به طرف قبله درست کنید. این هم یک معناست. و اقیم الصلاة، اجازه بینید تا اینجا من توقف بکنم، اینو انشاءالله در جلسه بعد ادامه بدم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام عرض میکنم به همه شما بینندگان عزیز. اجازه بدید سلام عرض میکنم به همه شما بینندگان عزیز که امروز یه جامعه‌ای داریم متشکل از اکثریتی که آیین شبیه شرایط امروز ایران رو تصور بفرمایید، نه دین رسمی ولی دین اکثریت باهایی باشه. چند دقیقه انشاءالله دوباره برمیگردم. و ما یه پارکی داریم به نام پارک شهر. آیا کسی در این پارک شهری که دیانت بهایی دین اکثریت هست میتونه مثل هاید پارک لندن یک چهارپایی بذاره بره روی چهارپایه و تمام اصول آیین بهاییت رو در اون جامعه انکار بکنه و عده‌ای بهش گوش بده؟ یک دقیقه. بله، جواب این هست که بله میتونه، هیچ خیالی نداره، که آزادی عقیده و آزادی بیان یک اصلی که در دیانت بهایی نیست که نمیتونه جلوی این فرض بگیره. اگر چنین بود این همه ترور در میانشون نبود که چقدر همدیگر رو ترور کردن؟ اینو من گفتم بهشون. مواردی که عرض کردم، قوانینی وجود داره، اینها موارد اخلاقی هستن. این اخلاقیات متعلق به همه ادیان و جوامع هست. یعنی اگر یک فردی بخواد فحشا رو در جامعه رواج بده، خب دیانت بهایی اگر حاکم بر جامعه باشه جلوی فحشا رو میگیره. اما یک کسی بخواد راجع به دیانت بهایی هر چی بخواد بگه، یادی نداره. آزادی بهایی. آقای دکتر ملازاده، مجازات کافری که برای کفر تبلیغ میکنه و اسلام و اصول اون رو انکار میکنه در آیین اسلام چیست؟ تا زمانی که بر علیه اسلام اسلحه نکشیده، راهش همینه که جناب عالی الان انجام میدید. صریح قرآن میفرمایند لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. با اهل كتاب، از اهل كتاب بونه، به هر کسی، به هر غیر مسلمانی مجادله نکنید مگر به نیکوی ترین صورت. آیا چنین وحی روشن و واضحی رو در هیچ کتابی سراغ دارین؟ اون چرا که جناب عالی فرمودید که جامعه زروشی لایق بوده، اگه اجازه بدین من این من چنین چیزی رو نگفتم. خب پس چی؟ راجب سخنان جناب آقای افنانی که آزادی اندیشه رو بیان کردن، حرف جالبیه، اما کتب ایشون این حرف رد میکنن، منابع ایشون این حرف رد میکنن، بلکه علنا کتاب بیان میگه که دستور میده که همه کتاب های دیگر و غیر از کتاب بیگری از بین ببرید، آتشش هم بزنید، تدریس هیچ کتابی جایز نیست جز کتاب بیان. و نیز آنچه در تا آخر سخن بعد، و این خشونت ها و تعصب ها چنان بین خود بهاییان سرکشید که ایشون میگه که بر سر بر هر صاحب قدرتی ثابت بوده و هست نزلا بر این که نگذارد در عرض خود غیر مؤمن به بیان را، یعنی غیر بهاییان را بکشی. این خیلی واضحه، بیان فارسی صفحه 69. و عزیز از این چیزا زیاده، من الان برای که وقتم در این مورد مطلب نشه، از این اسمش شداده در کتب بهاییان زیاده که غیر بهاییان را بکشید بهاییان قدرت خواهند رسید. و ولی به هر حال نتیجهش این شد که در نهایت خودشون به جان هم بیفتند و همدیگر را ترور کنند. و به هر حال اما اسلام روشش با غیر مسلمان، غیر کافر حربی، غیر کسی که اسلحه برداره، بر علیه دولت اسلامی، اگه دولت اسلامی باشه، اگه نباشه هم نه، اگه نباشه هیچی، در چنین وقتی همه دولت اسلامی هستش، بر هر کسی که بر علیه اسلام تبلیغ کنه
کلیسا داشته باشه یعنی چی؟ یعنی خود به خود مسیحیت رو تبلیغ میکنه. کلیسا داشته باشه یعنی چی؟ خود به خود یهودیت رو تبلیغ میکنه. ولی اصلاح بر نداره. نصریح قرآنه. لا تجادلو. با اینها مجادله نکنید مگر با نیکویی ترین صورت. با بهترین صورت. بلی که اسلام معتقده. و کاملا هم معتقد به خودش دیگه. اسلام بهترین و تنها دین درست و تنها راه درست است که هم با عقل درست و هم با وحی درست بنا شده. و چنین چیزی نمیتونه مخالف فطرت آدمی باشه. فقط این نیاز هست که انسان باش با خود به بغض جلو نره. وقتی چنین اعتمادی به خودش داره چرا جلوی اندیشه دیگران بگیره؟ و تاریخ اسلامی مساجد بغداد، مساجد بصره اینو ثابت کرده که مسلمان ها وقت جناب عالی تمام یا که ضدشون بودن یا دیگران و همه اینا بحث کردن. متشکرم. خردگرایان اسلامی کسی اصلاح بر نداشته. متشکرم. که ادعای خردگرایی کردن اینها بودن که در اسلام ترور راه انداختن. متشکرم. وقت جناب عالی تمام شد. آقای یاد بکنم پس از اینکه من وقتی رو که پاسخ گفتم بپرسیم که کافر اصلا کیست، چرا که سخن بر سر کافر هست، ما اختلاف پیدا خواهیم کرد پس اینکه آیا کافر کیست. از دید من و از دید این آیاتی که خواهم گفت و از دید بسیاری از زبانشناسان کافر یعنی دگرندیش. مصدر کافر آیه 4 سوره محمد: کفار را در هر کجا یافتید آنان را گردن بزنید. هیچ کسی نگفته کافر هنده گراندیش. فهم از قره نباید از کافران دوست بگیرند. هر کس چنین کند با الله رابطه ای ندارد مگر آن که از آنان دوری کند. 119 آل با عرض سلام مجدد، بریم سراغ کلیپ هاتون. این سنندج برام فرستاده شده، موثق است، این آخوندها را در مطرح کنید. خب ببینم چه هست. یا اخوتی ماذا نقول ام حزننا جلب البکا جلب. بستن مسجد آصابله سنندج به روی نمازگزاران ده ماه 99. البكاء لصحبة مسجد بحسن دم دارم مسجد نماز میکنم. خداوند از این رژیم خبیث انتقام بگیرد. خودشون تیراندازی میکنن، تیراندازی یاد میگیرن برای مردم کشی. این مذهب مذهب تروریستی است، ظلم و جنایات. نماز خواندن مأمورهای مسجد ابراهیم خلیل الله محله کانیک کوزله سنندج در پشت سوی درهای بسته مسجد در کوچه. ولی اینو نشون دادم. پاسدار مولا کیوان مرادی، مولای بی سواد تحمیل شده مردم در مسجد جامع شرک آصابله سنندج.
مولای بی سوادی میارن، بعد هرچی ازش میخوان میکشن. اخیراً در مناطق اهل سنت کردشین غرب کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب شیعی تلاشای زیادی را برای دست گرفتن اداره مساجد اهل سنت و حزب امام مستنیان آگاه و همچنین هیئت امنای مردمی و دلسوز شروع کرده است. نظر به اینکه انقلاب ملت های ایران در سال 50 با صیغه دینی به پیروزی رسید، با صبغه دینی، البته مساجد نقشی بسیار مهم و پررنگی را در این راستا ایفا کرد. الان هم سپاه پاسداران و نظام ولایی از جوانان مسلمانان اهل فکر و عقیده وحشت بسیار دارند. آنان نقش جوانان مسلمان انقلابی را در سقوط رژیم شاه دیدند. لذا بر اساس همان تجربه تاریخی و با ترس از تکرار همان حالات در مورد خودشان از مساجد وحشت دارند. پس در صدد کنترل و در اختیار گرفتن کامل امور مسجد هستند. سپاه و اداره اطلاعات برای رسیدن به این هدف چند روش را همزمان و به پیش میبرند. حسب امام بستانیان آگاه، علمای دینی کردستان را میگن امام بستا. حسب امام بستانیان آگاه با ساد و دلسوز و اهل تقوا و تعهد مولان ربیع رو امام بستا ربیع رو ترور نکردن، علامه احمد مفتیزاده رو نزدیک به 10 سال زندان نکردن، اینا آدم خوران. و برای حصول به این مهم ابتدا از طریق نهاد انتصابی و فراقانونی موسوم به مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور آنان به ترک مسجد تشویق می شوند. رئیس مرکز بزرگ یا نهاد اداره کننده روحانیت اهل سنت یک آخوند شیعه هست و اینا اتفاقا از متعصب ترین شیعه ها هستند، یعنی که مناطق سنی نشین می فرستند. آنان از میان افراد غیر تحصیل کرده و تنها با پوشندن لباس آخوندی به آنان و بدون هیچ پشتوانه علوم دینی کسانی را به عنوان ملا انتخاب میکنند. ملایانی که حتی یک ماه هم در مدرسه علوم دینی و یا حجره های سنتی آموزش علوم اسلامی درس نخواندند، مرکز بزرگ به این اصطلاح ملایان قلابی و بی سواد را در حد یادگیری پیشنوازی آموزش داده و جایگزین ما مستقیان اهل علم و منتخب مردم می نماید. همی کافیه وقت پیامبر خدا می فرماد که اذا و اسند الامر الى غیر اهلهی فانتظر الساعة، وقتی امر به غیر اهلش داده بشه منتظر قیامت باشید. اگر ماموستای مقاومت نماید او را تهدید میکنند، برایش پرونده امنیتی تدارک میبرند و هماهنگ با اداره اطلاعات تحت امر دولت یا همان وزارت اطلاعات او را بازجویی نموده و با پرونده سازی و برچسبهای از قبیل وهابیت، سلفیت، دادگاه ویژه روحانیت مستقر در استانهای اهل تشیع مثل همدان معرفی میکنند. سپاه و اطلاعات با فشار و ارعاب و تهدید هیئت امنای منتخب مردم آنان را نادیده گرفته و از میان بسیجیان و سپاهیان اقدام به انتصاب هیئت امنا میکنند. انتصاب هیئت امنای بسیجی و اطلاعاتی مسجد ابراهیم خلیل الله، محله کانی کوزله سنندج و همچنین مسجد جامع شهر اصابله سنندج از این موارد هستند. از جمله ماموستاهای درس ناخوانده و کاملا بی سواد میتوان به افراد زیر به عنوان مشت نمونه خروار اشاره کرد. مولا اقبال بهمنی که حتی روخانی ساده قرآن را هم بلد نیست، او به عنوان مسئول بخش اداری ماموستایان در مرکز بزرگ کارمند است و در این حال به عنوان امام مسجد حاج احمد بیگ سنندج منصوب شده است. او همچنین همگام با آیت الله قزوینی در شبکه ولایت فعالیت میکرد. ماشاءالله. پاسدار کیوان مرادی که اهل شهرستان مریوان است و حتی یک روز درس علوم دینی را نخوانده است، او به عنوان امام مسجد جامع شهرک اصابله سنندج منصوب شده و با قرار دادن نوشته های بر ورودی مسجد، ورود افراد وهابی و سلفی اهل توحید را ممنوع کرده است و لذا جوانان اهل عقیده توحیدی در کوچه نماز می خوانند. در بددهنی و فحاشی ناموسی و غیر اخلاقی و مخالفان نظام و ولایی شورای خاص و عام است. خدا ازش انتقام بگیره. برای جایگزینی ماموستا حسین علی مرادی، امام مسجد ابراهیم خلیل الله محله کانی کوزله سنندج بسیجی و پاسدار جوان امید شیخ احمدی فرزند سید شهاب را یک روزه لباس ملایی پوشانده و در حال تحمیل او به مردم هستند. 5. اخیراً سپاه پاسداران
پایگاه بسیج را به اجبار در مساجد دایر را فعال کرده است. پاستر حاصلی فرمانده بسیج محلات با مراجعه به مساجد از جمله مسجد جبریل سنندج با نام حکومتی مسجد امام خمینی بفرمایید از امام موسی و هیئت امنا خواسته که عضو بسیج شوند و همچنین درخواست نموده که فرمانده پایگاه بسیج عضو هیئت امنا باشد. با جواب رد امام موسی و هیئت امنا آنان را تهدید به زندان کرده و صبح روز بعد اعضای هیئت امنا و امام موسی مردمی مسجد در مرکز بزرگ مورد بازجویی تهدید قرار گرفتند. در حالی رژیم ستم پیشه آخوندی اهل سنت در فشار مضاعف قرار داده که محرومیت های اقتصادی و اجتماعی هم آمدن بر مردم تحمیل می شود. معلصف مجامع مختلف بین المللی دفاع از حقوق بشر اهل سنت ایران و الخصوص اهل سنت مناطق کردنشین را فراموش کرده اند. با کمال تأسف. خدا به شما خیر بده که اینو نوشتید. یه معتاد رو در نظر بگیر، یه معتاد مواد مخدر، همه بهش به عنوان یک نعوذ بالله لجن نگاه میکنند، در حالی که اینطوری نیست. معتاد لجن نیست، معتاد کثیف نیست. اینو بدونید، معتاد بیماره. خیلی از ماها معتادیم. حالا اون معتاد مواد مخدر، بعضی از ماها معتاد یک سری رفتارهای بسیار زشت و کریم، ولی همون معتاد مواد مخدر، معتاد به الکل، وقتی به عجز میرسه میبینه به تهش خورده دیگه، همه چیز براش غیر قابل کنترل شده. میاد تو جلسه قدم میشینه میگه پروردگارا، خداوندا، خود را به تو میسپارم. این دعای قدم سوم معتادان هر سبت مواد مخدر هست. تو انجمنشون یاد میده بهشون پروردگارا، خود را به تو. ببینید چه دعایی، چقدر قشنگ، توکل به منای واقعی، پروردگارا خود را به تو می سپارم. قدر سلامتی را بدونید. دو خواهر در یک جسم. بعدش یعنی سال 59 که من از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب شدم برای سرپرستی صدا و سیما و رفتم صدا و سیما، و خب تو سال 59 سال 60 زیاد خدمت امام میرسیدم. یکی از مواردی که خدمت امام میرسیدم مسئله صدا و سیما بود که سوالاتی داشتم رو چرا قطع کرد؟ حتی من میدونستم چرا قطع شد. اما آقا چرا اینه شما قطع کردید؟ حالا اگر به هر دلیلی نمیخوایید تفسیر قرآن شما پخشه، شما اجازه بدید ما بیاییم شما تفسیر بیان کنید، اینجا ضبط بشه. آقا همون رو که بود که رسول